با نام یاد خدا با عرض سلام و خبرهای ساعت ده شب از طلوع خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. کنارگیری سرپرست دادگاه عالی. عبدالسلام عظیمی سرپرست ریاست دادگاه عالی کشور استعفا داد و رئیس جمهور غنی نیز استعفای او را بیدرنگ پذیرفت. وزارت مالیه در انتظار کمک مالی. وزارت مالیه برای پرداخت حقوق کارمندان و مصارف دولت در ماه‌های آینده نیاز به پول دارد. مجالس ما به جامعه جهانی جریان دارد، پیشرفت بسیار خوب کردیم و ما اطمینان کامل داریم که در آینده نزدیک کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان می‌رسد. امیدواری هاست نشست کشورهای قلب آسیا. شمار از آگاهان تاکید دارند که چین می‌تواند در روند صلح افغانستان کمک کند. در اعتماد سازی بین افغانستان و پاکستان چین می‌تواند اثر داشته باشد. و برگزاری رقابت برای زیباترین ماهی های رنگارنگ. رقابت های زیباترین ماهی ها امروز در ایالت فوجیان چین برگزار شد. سمیر رساسون با مشروع خبرهای این ساعت. عبدالسلام عظیمی سرپرست ریاست دادگاه عالی کشور استعفا داد و رئیس جمهور غنی نیز استعفای او را بیدرنگ پذیرفت. در این حال یک نظرسنجی تازه نشریه گلوب درباره نهادهای قضایی جهان نشان می‌دهد که تنها 25% مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد دارند. این نظرسنجی بر بنیاد گفتگوی تلفنی با 1000 تن در هر کشور تهیه شده است. لوستون والی کشور این نظرسنجی را رد می‌کند و می‌گوید که باید 50% مردم از نهادهای عدلی و قضایی خوشنود باشند. این در حالی است که رئیس جمهور نیز از وجود فساد در این نهاد یاد کرده است. بر بنیاد یک نظرسنجی تازه که از سوی نشریه گلوب انجام شده است، 69% مردم در افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد ندارند. 6% مردم چیزی نگفتند و 25% گفتند که به این نهادها اعتماد دارند. بر بنیاد این نظرسنجی مردم افغانستان پس از تایوان بدبینترین مردم آسیا نسبت به نهادهای عدلی و قضاییشان هستند. اما لویسارنوالی این نظرسنجی را نمیپذیرد. 50% رضایت مردم افغانستان که مطابق قوانین حافظه کشور مثلا در دوسیا دو جناح موجود است که یک جناحش خوش می باشه و یک جناحش ناراضی از سارنوالی، ای 50% از سارنوالی کسب کرده. به باور برخی از آگاهان وجود فساد در این نهادها باعث به میان آمدن بی‌اعتمادی ها شده است، چنان که مردم حتی به دادگاه های غیر منصفانه و صحرایی طالبان پناه میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز میگوید که در کشور قانون بر همگان به گونه یکسان عملی نمی شود. دولت جدید مصمم است که در اینجا اصلاحات ادامه بدهند و به اصلاحات ضرورت اشد است. از وجود فساد گسترده در قضا و نهادهای عدلی افغانستان بارها شکایت هایی شده است، اما هیچ کس به این شکایت ها گوش نداده است. حکومت تازه از همان نخستین ساعت های انتقال قدرت به این نکته اشاره کرد و خواهان اصلاحات جدی در این نهادها شد. لستر محکمه نپدیر احترام همدانن غوارم تپه یو همیشت که دننه دی مکافات او مجازات و دی اصل پا اساس دی محاکم و دی طول پرسونل ارزونه وکر. به نظر می رسد که حکومت تازه بر نهادهای عدلی و قضایی فشار آورده است و خواهان اصلاحات بنیادی در این نهادها شده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه عبدالسلام عظیمی سرپرست دادگاه عالی از مقامش کنار رفت و پیشنهاد کنارگیری آقای عظیمی را رئیس جمهور به گونه بی‌درنگ پذیرفت. در سال 1390 هجری خورشیدی مجلس نمایندگان ادامه کار عبدالسلام عظیمی را غیر قانونی دانست و از حکومت پیشین خواسته شد تا شخص دیگری را برای نامزدی مقام ریاست دادگاه عالی معرفی کند، اما این کار تا آخرین روزهای کاری حکومت پیشین صورت نگرفت. بر بنیاد قانون اساسی افغانستان رئیس دادگاه عالی نمیتواند پس از تمام شدن دوره کاریش به کارش ادامه بدهد. خواستیم در این باره با دادگاه عالی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. در همین حال عبدالرشید راشد عضو شورای عالی دادگاه عالی از سوی رئیس جمهور غنی به حیث سرپرست دادگاه عالی معرفی شد. و برای بحث بیشتر خبر اینجا در استودیو با ما عبدالله پویان آقای امور سیاسی هستند. آقای پویان خیلی زیاد خوش آمدین. زنده باشین. در مورد نظرسنجی که نشریه گلوب انجام داده، البته تازه ترین نظرسنجی است، تنها 25% مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی باور دارند.
و 6% مردم چیز نگفتند، اما 69% به نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان باور ندارند. دلیل این بی‌اعتمادی در کجا است؟ اصلا جایگاه نهادهای عدلی و قضایی در میان مردم افغانستان چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از همه سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم تلویزیون ترو تقدیم می کنم. ما به این باور هستم که 25% اعتماد مردم که از طریق نهادی که شما نشریه گلوب ارائه کردین، ما به این باور هستم که حتی 25% اعتماد هم وجود نداره، به خاطر اینکه فاسدترین ارگان یا ارگان‌ها در افغانستان ارگان‌های عدلی و قضایی بوده در طول 13 سال، برای اینکه هیچ مجرمی را که در طول 13 سال در داخل افغانستان دست به جنایات زدن و مجرمینی که در سطح بسیار بلند بودن، در رده‌های بلند دولت بودن، وزرا، والیا و به می ترتیب رؤسای بلند رتبه دولت که فاسدترین افراد بودن در دولت، هیچ کدام ازی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نشدن و حتی اگر معرفی هم شدن اینا هیچ نوع اجراعات در اون مورد نکردن. تا بال دوسیه ها در ارگان‌های عدلی و قضایی دفن است و اینا اجراعات جدی و عملی را روی دست نگرفتن. خب حالا این سوال اساسی هم اینجا است که دلیل از اینکه اجراعات اساسی را نکردن در چی بوده؟ چرا نخواستن انجام بدن؟ امی اداره فاسد بوده، اینا رشوت می‌گرفتن، اینا سوء استفاده می‌کردن، اینا از زورمندا می‌ترسیدن. هم موضوع ترس دیگه مطرح بود، برای اینکه یک تعداد کسایی که به جنایات گسترده جنگی متهم بودن، اونا در ادعای بسیار بالا حاکم بودن و اونا همراهشان تیمای نظامی داشتن، به اساس اونمو مسائل بود که اینا مورد تهدید قرار می گرفتن. و اگر اینا مورد تهدید قرار می گرفتن، چرا بر ملت نگفتن؟ در طول 13 سال چرا بر ملت نگفتن که ما مورد تهدید افراد زورمند قرار داریم؟ شما چه فکر میکنین؟ من فکر میکنم دو موضوع بوده در اینجا. بله. یکی تهدید بوده و دیگه ای که اینا خودشان فاسد بودن، پول میگرفتن. تهدید از سوی زورمندان؟ بله، تهدید از سوی زورمندان و پول میگرفتن اینا از افرادی که امکانات اقتصادی داشتن در این کشور و اینا فاسد بودن، اینا پول میگرفتن. این ارگانا کاملا ارگانای فاسد است. بله. خب اصلا تأثیری که نهادهای عدلی و قضایی در کشور برای بهبودی امورات یک کشور دارد به چه اندازه است؟ خب ببینین، ارگانای عدلی و قضایی ارگانایی است که در یک کشور باید اینا اصلا باید نظام از لحاظ عدلی و قضایی اداره کنند. اینا وظایفشان نیست که مجرمین به جزای اعمالشان برسانند. وقتی که در یک جامعه مجرمین جامعه را به طرف فساد میبرند و اونا فساد گسترده را دامن میزنند، اگر از طرف ادارات و ارگانهای عدلی و قضایی مورد بازپرسی قرار نمیگیرند، شما بیدرنگ جامعه به طرف فساد میره. خب حالا از این ترس خوردن ها و از این پول گرفتن هایی که حالا شما یاد کردین در نهادهای عدلی و قضایی، این کارها تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ ما به این باور هستم که جناب دکتر سیب اشرف غنی احمدزی یک شخص متعهد است به این جامعه و وعده‌هایی که بر جامعه داده اونا را یک به یک عملی میکنه. باور من است همونطور که در روز اول تعلیف اینا برای ملت سرفراز و ملت رنجیده افغانستان وعده دادن که ما برای مردم افغانستان خدمت میکنم و ارگانهای عدلی و قضایی را متهم کردن به فساد، ما باور من است که اینا اولین گامی را که میوردارن پاکاری ارگانهای عدلی و قضایی خود بود. تو چی اندازه موفق خود شدن در این کار خود؟ ما باور دارم، چون این تیمی بسیار قوی دارم رای خود، ما باور دارم. ما به یک چیزی که من معتقد هستم، ما جناب دکتر سیب اشرف غنی هم از نزدیک میشناسم و همراهش کار کردیم و از خب جمله... اصلا مشخصا برای بلند بردن سطح اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی کارهایی که باید صورت بگیره، مشخصا چی کارها باید صورت بگیره؟ من قبل از اینکه میره خدمت شما ارائه کنم، من یک موضوع دیگر رو میگم. حتی در دورترین ولسوالی های افغانستان، وقتی که مردم پیش ولسوال می آمدن یا پیش ارگان های عدلی و قضایی ولسوالی مراجعه میکنن به خاطر مشکلاتشان و عرایضشان، ولسوال و ارگانهای عدلی و قضایی در ولسوالی در ولایات به خاطر امو فسادی که وجود داشت مشکلاتشان حل نمی شد، در چند کیلومتری از این طالبا قرار داشت.
ما بسیار به دقت و اهتمام کامل من امی جمله را خدمت شما عرض میکنم و بر مردم افغانستان هم میخوایم عرض بکنم که در چند کیلومتری قمندان طالب یا قمندان ولسوالی طالبا قرار داشت. امی شخص وقتی که برای قمندان طالبا عارض میشد، قمندان طالبا در اسرع وقت ممکن مشکلش حل میکرد. بنابراین دولت آنقدر فاسد بود که بالای امو طالب جنایتکار مردم اعتماد میکرد و مشکلش در مو قریه و در مو ولسوالی حل میشد، اما بالای امی ولسوال و امی ارگانای عدلی و قضایی که در مو ولسوالی است مشکلش حل نمیساخت. بالای از اینا اعتماد ندارد. اگر بفرماین فشار آوردن بالای نهادهای عدلی و قضایی، مهلت تعیین کردن برای نهادهای عدلی و قضایی برای بهبود کارهایشان، فکر میکنید راه حل است؟ تنها این راه حل نیست. باید جناب رئیس جمهور جدید، افراد متعهد، کاردان، متخصص و کسایی که واقعاً میخواین برای مردم افغانستان خدمت کنند و خدمتگزار راستین جامعه افغانستان باشند، اونا را برگزینند. یعنی با تغییر افراد میشه که نهادهای عدلی و قضایی بهبود پیدا بکنن؟ بله، ما برای شما یک مثال میتونم. شما وقتی که در یک اداره رئیس و یا وزیر و یا والی، متعهد، کاردان، متخصص و کسی که دست پاک داشته باشه، مقرر کنین، باور کنین که نه رئیس در اونجا دیگه دست به فساد میزنه، نه مدیر در اونجا دست به فساد میزنه، نه مامور. مامور یعنی سیستم درست است؟ بله. فقط افراد باید مامور، افراد مشخص مامور و مدیر در یک اداره وقت جرات میکنه که فساد کنه که رئیس اداره، وزیر اداره و والی در اون ولایت مفسد باشه. بله. تا چی زمان بالای ای افراد فشار وارد شود تا که ناکارهای خود درست انجام بدن؟ ما فکر میکنم که بالای کسایی که تابال فاسد بودند و از اداره گذشته باقی ماندن، اعتماد مشت به تاریکی زدن است. باید افراد تبدیل شود. ما بر شما قبلا عرض کردم که افراد متعهد، کاردان، متخصص و کسایی که دست پاک داشته باشند و معتقد باشند به اصل عدالت، برای اونا موقع داده شود که تا اونا به کار گماشته شود. تشکر میکنیم عبدالله پویان، آگاه امور سیاسی، برای بحث بیشتر خبر با ما بودین. تشکر. ادامه خبر هاست. وزارت مالیه 537 میلیون دلار را که برای پرداخت حقوق کارمندان و مصارف دولت در ماه‌های آینده نیاز دارد، هنوز به دست نیاورده است. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که گفتگوها در این زمینه با جامعه جهانی پیشرفت داشته است و ممکن است این پول از سوی کمک کنندگان به زودی به افغانستان داده شود. اما کارمندان دولت از احتمال تأخیر در پرداخت حقوقشان به شدت نگران هستند و میگن که اگر وزارت مالیه این پول را به زودی پیدا نکند، کارمندان عادی دولت بیشترین آسیب را خواهند دید. در همین حال مجلس نمایندگان وزارت مالیه را در ترتیب و مصرف بودجه به بی‌کفایتی متهم می‌سازد. در حدود یک ماه پیش وزارت مالیه اعلام کرد که این وزارت برای پرداخت حقوق و مصارف کارمندان غیر نظامی دولت با گونه فوری به 537 میلیون دلار نیاز دارد و این پول را از جامعه جهانی درخواست کرد. هرچند وزارت مالیه تا کنون این پول را به دست نیاورده است، اما سخنگوی این وزارت از پیشرفت گفتگوها برای به دست آوردن این پول سخن میگوید. ما در حساب معاشات به کدام مشکل جدی مواجه نیستیم و مجالس ما به جامعه جهانی جریان داره، پیشرفت بسیار خوب کردیم و ما اطمینان کامل داریم که در آینده نزدیک کمک های جامعه جهانی به افغانستان میرسه. اما شماره از کارمندان دولت با نگرانی از خالی شدن خزانه وزارت مالیه و احتمال تأخیر در پرداخت حقوقشان میگویند که این کار بیشترین آسیب را به کارمندان عادی و کم درآمد دولت وارد میسازد. من ماموری دارم که 8 بجه شب میره، روزم نان نمیخوره، بان من فامیل و من از پیش من اولادم نگه که من بوت ندارم، قلم ندارم، کرتاسیه ندارم، او رقم میره پس. اگر ماش داده نشود، تو فکر کو که مردم کار در استقانش رسیده، مردم بسیار فعلا در مزقه اقتصادی قرار داره، مشکلات اقتصادی قرار داره. از سوی کمیسیون اقتصادی ملی مجلس نمایندگان، وزارت مالیه را به ناتوانی در مدیریت گردآوری درآمدها و مصرف بودجه متهم می‌سازد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که نبود مدیریت سالم سبب به میان آمدن کسر بودجه شده است و جامعه جهانی به سادگی حاضر به پرداخت بیش از 500 میلیارد دلار به حکومت افغانستان نخواهد شد. جامعه بین‌الملل نمی‌تواند که بیدرنگ در مقابل خواهشاتی که فعلا حکومت افغانستان از او داره بدرینگ برش جواب بده و این مشکل به صورت آنی و فوری حل بسازه. گفته می شود که خالی شدن خزانه وزارت مالیه نه تنها احتمال تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت را به میان آورده است، بر روی بازار به ویژه روی بازار ارزها نیز اثر گذاشته است.
و این کار سبب شده است که ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد. چین میتواند بر پاکستان فشار آورد تا در روند صلح افغانستان نقش سازنده بازی کند. شمار از آگاهان با اشاره به نخستین سفر کاری رئیس جمهور غنی به چین و نیز با نظرداشت نزدیکی اقتصادی و سیاسی کابل به جنگ میگن که اگر رئیس جمهور غنی از این کشور خواهان کمک شود، چین میتواند بر پاکستان فشار آورد. چین به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان دلبستگی بسیار دارد، اما نامنی ها انگیزه آن شدند که این کشور نتواند کارهایش را به گونه عملی آغاز کند. هرچند همراهی شماری از بازرگانان کشور با رئیس جمهور در سفر به چین نشانگر محتوای اقتصادی این سفر است، اما آگاهان میگویند که افغانستان باید از هر فرصت برای فشار آوردن بر پاکستان برای همکاری صادقانه این کشور با افغانستان در بخش گفتگوهای صلح دولت با طالبان بهره برداری کند. اگر با تاسف بگیم با یک تعداد کشورهای اسلامی منطقه ما بنابر ملحوظات نادرستی که پیش از اونها هست روابط ما بسیار روشن و بسیار قابل اطمینان نیست، ولی کشورهای دیگه هست در منطقه که اونها و موضوعاتی که در افغانستان میگذره، چه از تروریسم و اینا باشه، چه از لحاظ پیشرفت‌های اقتصادی باشه، چه از لحاظ قراردادهای اقتصادی باشه، معادن افغانستان است و مسائل بسیار زیاد است که کشورها به او علاقه دارند. هرچند آگاهان میگویند که چین از متحدان اصلی پاکستان در منطقه شناخته می شود و رو آوردن به چین برای نقش گرفتن این کشور در تامین صلح و امنیت و فشار آوردن بیشتر بر پاکستان می تواند اثرگذار باشد، با این هم مسئولیت تامین صلح را در افغانستان بیشتر به عهده کشورهای غربی می گذارند. تنها در سایه اقتصادی چین یک کشور است که علاقمندی دارد به سرمایه‌گذاری در افغانستان، برای اشتغال زایی، سرمایه‌گذاری، پروژه و زیرساخت‌های بزرگ افغانستان میتونه چین یک کمک کننده بزرگ باشه، اما این باید در تفاهم با ایالات متحده باشه، چون همیشه ایالات متحده مانع نفوذ چین و سرمایه‌گذاری چین در افغانستان بوده. شورای عالی صلح نیز دستاورد افغانستان را در گفتگوهای صلح به کار و همکاری بیشتر پاکستان با افغانستان پیوند می‌دهد. چین اگر بخواهد فشار میتونه وارد بکنه و یا به عبارت دیگر میتونه مؤثر واقع شود به ای که امی حالت سوء اعتماد که حاکم هست این رفع شود و در اعتماد سازی بین افغانستان و پاکستان چین میتونه اثر داشته باشه. در این حال زلمه خلیلزاد در یک مقاله تازهش میگوید که رئیس جمهور غنی محاسبه کرده است که چین به منابع زیرزمینی افغانستان علاقمند است و این سرمایه گذاری و گسترش آن به منابع اقتصادی آسیای مرکزی، شرقی میانه و استفاده از بندر گوادر پاکستان به سرمایه گذاری بیجینگ برای ساخت جاده ها و خط آهن در افغانستان خواهد انجامید و این کار افغانستان را به یک پل زمینی منطقه‌ای و یا چهارراه کشورهای منطقه مبدل خواهد کرد. برای عملی سازی این بحث مهم ملی، رئیس جمهور غنی نخستین سفر کاریش را از چین آغاز کرد. در حالی که لوئسون والی کارهایش را در پیوند با پرونده های متهمان به فساد شدت بخشیده است، آگاهان باور دارند که نبود اراده سیاسی و نیز نبود تفکیک در قوه های سه‌گانه در گذشته از علت های اصلی کمکاری نهادهای عدلی و قضایی به ویژه لوئسون والی بوده است. اما لوئسون والی میگوید که هیچ فشار سیاسی بر کارهای نهاد اثرگذار نبوده است. جسد قاضی پیشین دیوان حقوق عامه حوزه چهارم شهر کابل از خانه‌اش به دست آمد. عبدالغنی حکیمی قاضی پیشین دیوان حقوق عامه حوزه چهارم شهر کابل جمعه شب گذشته در خانه‌اش ناپدید شده بود و پس از یک هفته جسد وی از چاه درون خانه‌اش به دست آمده است. نزدیکان این قاضی از پلیس می‌خواهند تا هرچه زودتر عاملان قتل این قاضی را به زودترین فرصت شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد. در همین حال پلیس کابل می‌گوید در پیوند به این رویداد یک برادرزاده این قاضی که در خانه قاضی غنی زندگی می‌کرد را بازداشت کرده و بررسی‌های بیشتر در این باره جریان دارند. شب جمعه که ساعتی 5:40 دقیقه بوده، برادرزادهش آمده و فامیل خودش را همراه فامیل برادرزادهش در عروسی روان میکنه که خودش تنها در خانه میمانه. ساعت 12 دقیقه شب بوده که فامیلش از عروسی میای خانه که قاضی مفقود شده یا نیست در خانه ایشان.
14 نشست کشورهای قلب آسیا هفته آینده در بیجینگ پایتخت چین برگزار خواهد شد. در مراسم گشایش نشست رئیس جمهور غنی نیز حضور خواهد داشت و وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا درباره همکاری های منطقه‌ای، مبارزه با هراس افغانی و بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان و کشورهای منطقه برای دو روز گفتگو خواهند کرد. در همین حال سفیران کشورهای قلب آسیا امروز در کابل درباره نهایی سازی مسوده نشست گفتگو کردند. نشست بیجینگ گشایش یک دریچه تازه برای جلب همکاری های منطقه‌ای. چین در منطقه جایگاه بلندی دارد و برگزاری این نشست در چین می تواند بر نزدیکی کشورهای قلب آسیا اثرگذار باشد. محور اصلی این نشست یا در کل نشست هایی که تا کنون در چارچوب روند استانبول میان کشورهای قلب آسیا برگزار شدند، چگونگی مبارزه مشترک با هراس افغانی در منطقه گفته شده است. اینجا در کابل سفیران کشورهای قلب آسیا گرد آمدند و درباره نهایی سازی مسوده نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا تبادل دیدگاه می نمایند. این نشست را حکمت خلیل کرزی نماینده ویژه رئیس جمهور غنی ریاست می کند. وزیر امور خارجه و معین سیاسی این وزارت در این نشست حضور ندارند. نشست امروز که پس از نشست مقدماتی سفیران کشورهای قلب آسیا در 14 اکتبر برگزار شده است، گفتگو درباره محتوای مسوده 14 نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا در بیجینگ است. نشست امروز یک گام مهم در راستای نهایی سازی این مسوده است. Related to the Beijing Declaration. We are ready to have your valuable inputs. این آخرین نشست سفیران درباره نشست بیجینگ است. ما آماده هستیم که دیدگاه های شما را درباره مسوده نهایی که از طرف بخش همکاری های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان تهیه شده است بشنویم. افغانستان که سالهاست در آتش جنگ می‌سوزد، بیشتر از هر کشور دیگر با همکاری های صادقانه کشورهای منطقه با هراس افغانی نیازمند است. هراس افغانی که گفته می شود در آن سوی مرزهای افغانستان ریشه دارد. روند استانبول از سوی جامعه جهانی، کشورهای منطقه و افغانستان پشتیبانی شده است. این روند زمینه همکاری های منطقه‌ای را درباره افغانستان فراهم می سازد و این به سود یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است. پاکستان نیز در نشست وزیران خارجه کشورهای قلب آسیا در چین حضور خواهد داشت. دیده شود که آیا این بار کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در پیکار با هراس افغانی در کنار افغانستان خواهند ایستاد و یا نتیجه این نشست هم همانند نشست های پیشین بیانگر همان آش و همان کاسه خواهد. تا لحظات دیگر، توافق ترکیه برای فرستادن نیرو به کوبانی. ادامه خبرها. رقابت برای زیباترین ماهی های طلایی یا گلدفش امروز در ایالت فوجیان چین برگزار شد. در این رقابت نزدیک به 10,000 ماهی از 16 نسل به نمایش گذاشته شدند. از میان این ماهی ها 100 نوع آنها که به گونه دقیق پرورش یافتند بیش از 1,000 دلار قیمت دارند. ماهی های طلایی یا گلدفش نوع فوجو بیشتر به ژاپن، سنگاپور و دیگر کشورهای جهان صادر می گردد. نخست وزیر ترکیه از توافق بر فرستادن 200 نیروی پیشمرگه عراق از طریق ترکیه به شهر کوبانی سوریه خبر می‌دهد. رجب طیب اردوغان میگوید که این نیروها برای رویارویی با جنگجویان گروه دولت اسلامی که در تلاش تصرف شهر کوبانی هستند فرستاده می‌شوند. در همین حال نخست وزیر ترکیه واشنگتن را از بهر مجهز ساختن نیروهای کرد سوریه انتقاد می‌کند و میگوید که نیروها ممکن است در آینده خطر برای ترکیه باشند. افزایش تهدیدهای گروه دولت اسلامی در مرزهای ترکیه انقره را وادار ساخته است تا شمار از نیروهای پیشمرگه کرد را اجازه ورود به شهر کوبانی سوریه بدهد. رئیس جمهور ترکیه میگوید که قانونگذاران این کشور طرح فرستادن نیروهای پیشمرگه عراقی را از طریق ترکیه به شهر کوبانی سوریه تصویب کردند. رجب طیب اردوغان میافزاید که نیروها برای رویارویی با گروه دولت اسلامی به این شهر فرستاده خواهند شد. به طبیعی پیده این کتاب
خبر شدم که سرانجام آنان با فرستادن 200 جنگجوی کرد به شهر کوبانی توافق کردند. رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر واشنگتن را از بهر مجهز ساختن نیروهای کرد در شهر کوبانی سوریه انتقاد می کند و می گوید که این جنگ افزارها در آینده می توانند هم برای ترکیه مشکل ساز شود و هم بخش از آنها به دست گروه دولت اسلامی بیافتند. در جریان تماس تلفنی با رئیس جمهور اوباما من گفتم که حزب اتحاد دموکراتیک و حزب کارگران کردستان یکسان است. من وی را گفتم که حزب اتحاد دموکراتیک یک سازمان هراس افغان است و هر گونه کمک با این حزب به معنای کمک به یک گروه هراس افغان است. اما مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به این سخنان رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که فرستادن جنگ‌افزار و مهمات نظامی به کردهای سوریه کار خطا نیست، بل یک اقدام درست و به موقع بوده است. شهر کوبانی ترکیه از بیش از یک ماه به این سو شاهد درگیری‌های سخت میان نیروهای کرد و جنگجویان گروه دولت اسلامی که در تلاش تصرف این شهر هستند بوده است. حکومت ترکیه کوبانی را شهر استراتژیک برای این کشور می‌داند و می‌گوید که نیاز نیست تا ایالات متحده آمریکا در این موضوع مداخله کند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلامی پاکستان از یک سوی قصد جان سالم به در برد. گزارش‌ها می‌رسانند که مولانا فضل الرحمن از یک انفجار که پس از ظهر امروز در شهر کویته رخ داد جان سالم به در برده است. در این انفجار دو تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. مولانا فضل الرحمن میگوید که هدف اصلی این حمله وی بوده است. گروه جندلا مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. اکنون فشرده چند خبر. عبدالسلام عظیمی سرپرست ریاست دادگاه عالی کشور استعفا داد و رئیس جمهور غنی نیز استعفای وی را بیدرنگ پذیرفت. وزارت مالیه 537 میلیون دلار را که برای پرداخت حقوق کارمندان نیاز دارد هنوز به دست نیاورده است. و در یک رقابت ماهی طلایی در چین نزدیک به 10,000 ماهی از 16 نسل به نمایش گذاشته شدند. توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار.